بینندگان عزیز یورونیوز، درود بر شما. در برنامه این هفته همراه با یورونیوز، خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی و حقوق بشر در ایران شرکت دارند و بحثی خواهیم داشت در مورد وضعیت جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران. خانم ستوده، شما وکیل دادگستری در حقیقت ممنوع شغل و ممنوع کاری هستید که در حال حاضر یک کمپین حق کار حق دگراندیشان رو دنبال میکنید در برابر ساختمان کانون وکلا. به نظر شما شرایط چقدر فراهم هست برای اینکه فعالیت های مدنی در ایران نیرومندتر بشه، اگرچه میبینیم که فعالیت های پراکنده ای، چه اعتراض های صنفی، چه فعالیت هایی در جهت رفع تبعیض های مختلف در ایران وجود داره؟ شما در مجموع چشم انداز رو در این ارتباط چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام میگم به شما و همه هموطنانم و فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا. در مورد اینکه ما چشماندازمون در مورد حقوق بشر چطور هست، البته میشه وضعیت حقوق بشر رو با توجه به وضعیت سیاسی حاکم بر ایران تعریف بکنیم، المان‌هایی رو در نظر بگیریم، فرض کنید به قانون اساسی برگردیم و بگیم که تا زمانی که بعضی از مناسب ارشد کشور ما دائمی هست، ما هرگز به دموکراسی دست پیدا نمی کنیم، یا از اون طرف پارامترهای دیگه ای رو در نظر بگیریم. مثلا بگیم انتخابات ریاست جمهوری شده، شخصی انتخاب شده که بدون تقلبی مثل سال 88 روی کار آمده، من باورم بر این هست که با رأی مردم آمده. البته انتقادات ما نسبت به فیلتر تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان سر جای خودش هست، اون یه بحث جداگانه‌ایه، اما در مورد تقلب اون هم بحث جداگانه‌ایه. شما همه اینها رو میتونید کنار هم بچینید، راجع به وضعیت دموکراسی در ایران صحبت کنید، اما وقتی که شما از حقوق یه ملت صحبت میکنید، از حقوق بشر صحبت میکنید، بیش از هر چیزی تحقق حقوق بشر به فعالیت فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر بستگی داره. صرف نظر از این که یک سیستم سیاسی چقدر بخواد خواسته های خودش رو به ملت و شهروندان تحمیل بکنه، من فکر میکنم که شهروندان هم از قدرت و نیروی برخوردارن که خواسته ها و مطالبات خودشون رو به یه حکومت بقبولونن. مثالی که من میتونم برای شما بیارم اینه که ما همه جای دنیا متوجهیم ماموران اطلاعات و ماموران امنیت و ماموران رسمی یک حکومت از قدرت بالایی برخوردارن، اما آیا شهروندان یک جامعه از قدرت معادل صفر برخوردارن؟ خب من اینو قبول ندارم. من فکر میکنم که اگر مأمور رسمی، مأمور اطلاعات یا مأمور امنیت از قدرت معادل 1000 واحد برخورداره، من شهروند دست کم از قدرت معادل 50 واحد، 50 تا تک دونه واحد برخوردار هستم. من سعی میکنم از 50 واحد خودم استفاده کنم و اگر این واحدهای خرد و کوچک به هم بپیونده، قطعا میتونه نیروی بزرگ ایجاد بکنه. طبق گزارش های اخیری که از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر منتشر کردند، آمار اعدام ها بسیار بیش از گذشته است، شرایط زندانیان بهتر نشده، همچنین فشار بر فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر. شما در صحبت های اخیر خودتون از ضرورت برقراری عدالت قضایی صحبت کردید و اینکه باید دستگاه قضایی مستقل باشه و
فشار نهادهای امنیتی نتونه این دستگاه رو از تعادل و استقلال خودش خارج کنه و همچنین ارتباط بین دستگاه قضایی و قوه مجریه باید به نوع عادلانه ای باشه. پیش شرط های این که چنین عدالت قضایی برقرار بشه از نظر شما چی هست؟ من فکر میکنم که اراده سیاسی و قضایی باید به هم پیوند بخوره برای ایجاد عدالت قضایی. طبق استانداردهای بین المللی قضاوت باید صورت بگیره، وکالت و تمام تشریفات مربوط به یه دادرسی عادلانه به طرز شایسته‌ای بر محاکم محاکم بشه. در شرایطی که ما با محاکم اختصاصی مثل دادگاه انقلاب، مثل دادگاه ویژه روحانیت مواجهیم که بسیاری از وکلا حق ورود به اونها رو نداشته باشن، دادگاه ویژه روحانیت از ورود وکلای غیر روحانی به این دادگاه جلوگیری به عمل بیاره و دادگاه انقلاب اساسش بر تشکیل محاکمات غیر علنی باشه، نه من و نه هیچ سیستم قضایی نمیتونه عادلانه بودن چنین محاکماتی رو باور داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که ایجاد عدالت قضایی به استقلال قضایی، استقلال کانون وکلا، احترام به شؤون وکالت و قضاوت و امان و صدور حکم بر اساس استانداردهای بین المللی و بر اساس مدارک و مستندات محکمه پسند امکان پذیره. مثالی که تو این زمینه میتونم برای شما بیارم مثالیه که مربوط به جناب مهندس امیر انتظام هست. ایشون 36 سال پیش در اثر یک شور انقلابی که الان خود مسببان اون اتفاق قبول ندارن که قاضی میتونسته بر اساس شکایت اونها، بر اساس ادعای اونها رأی صادر بکنه، قاضی که بدون رعایت اصول و استانداردهای بین المللی و بدون وجود و مدارک و اسناد کافی رأی به چنین حکم سنگینی داد، ابتدا اعدام صادر کرده بودند و بعد اون رو به حبس ابد که جزء سنگین‌ترین احکام محسوب میشه تبدیل کرد. بنابراین شما میبینید تا زمانی که ضوابط قضایی بر محاکمات حاکم نباشه ما هرگز نمیتونیم به وجود آراء عادلانه دلخوش کنیم. همونطور که میدونید بخش بزرگی از جامعه امید داره که با دستیابی به توافق هسته‌ای ایران با کشورهای بزرگ که نوعی تعامل در حقیقت با جامعه بین المللی هست، نوعی تعامل هم صورت بگیره با جامعه مدنی و فضای سیاسی در ایران بازتر بشه. این جزء وعده‌های آقای روحانی هم بوده. دور دوم مذاکرات در این هفته برگزار خواهد شد و امید به دستیابی به توافق خب در ایران بخش بزرگی از جامعه در بین ایرانیان زیاد هست. شما این انتظاری که مردم ایران و فعالان مدنی در ارتباط با این تعامل داخلی و گشایش فضای سیاسی دارند رو زمینه‌هاش رو چگونه میدونید؟ در بهترین حالت این توافق میتونه بستر مناسبی برای مطالبات مدنی، حقوق بشری و صنفی برای فعالان در داخل ایران فراهم بکنه. اما به خاطر داشته باشیم حقوق بشر حقوق ملت هاست. مسائل مربوط به تعیین مرزها و حد و حدود مرزی و حملات هوایی و اتمی و بمب و همه اینها مسائل مربوط به دولت هاست. اینها رو از هم تفکیک کنیم، واقعا تعیین کنیم که کجای این معادله ایستادیم و نقشمون رو قرار به عنوان یک فرد دولتی بازی کنیم یا یک فرد مدنی در مقام یک شهروند.
بعد از تفکیک این مسائل باور داشته باشیم که هرچند میتونه بستر مناسبی ایجاد بشه، اما اگر فعالیت شایسته‌ای در چنین بستری صورت نگیره، اون بستر بلا استفاده باقی خواهد ماند. بنابراین من باور دارم که اگر از این فرصت فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی استفاده کنند برای تحقق خواسته هاشون به نحوی که خط قرمزهای شهروندان هم مشخص بشه، خطوطی که دیگه بیش از اون اعلام بکنن به یه دولت ما تحملمون ورای این خط به پایان رسیده، بله در این صورت اون بستر فراهم میشه و این زمینه میشه. اما اگر از این بستر استفاده شایسته به عمل نیاد، من فکر میکنم بلا استفاده باقی میمونه و شرایط هم کماکان ادامه پیدا میکنه. نگاهی بیاندازیم به تبعیض‌های جنسیتی در ایران. هفته گذشته خانم شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اظهار نگرانی کردند از نقش بسیار پایینی که در طرح و یا آزمون استخدام‌های دولتی برای زنان در نظر گرفته شده، با توجه به اینکه نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان هست در ایران. به نظر شما برای رفع تبعیض علیه زنان چه شرایط و زمینه‌هایی در ایران باید فراهم بشه؟ چقدرش بر دوش جامعه مدنی هست و چقدرش بر دوش دولت هست؟ شواهد و دلایل نشون میده که اون بخش از شرایط رفع تبعیض از زنان در ایران که باید توسط جامعه مدنی و زنان انجام می‌شده، بخش اعظمش انجام شده. زنان طی 36 سال گذشته ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار زیادی از خودشون نشون دادن، در حوزه‌های مختلف حاضر بودن هزینه پرداخت کنن ولی وظایف خودشون رو به شایستگی ایفا بکنن. همینطور شما دیدید که بعد از برداشتن سهمیه جنسیتی، در واقع این عملی بود علیه زنان در زمان خودش 36 سال پیش، اما زنان از این فرصت به نفع خودشون استفاده کردن و به سرعت صندلی‌های دانشگاه‌ها رو اشغال کردن، پس اونها شایستگی علمی خودشون رو هم به ثبوت رسوندن. الان به مرحله رسیده قضیه در مورد استخدام که متاسفانه تصمیم گیری در این خصوص مطلقا در اختیار دولت قرار داره. من فکر میکنم که هیچ دولتی که خردمندانه عمل میکنه در این زمینه نمیاد یک سره فرصتها رو از زنانی که این طور از خودشون شایستگی نشون میدن سلب بکنه، بلکه بهتر اینه که دولت با خردمندی به تقسیم فرصت‌های شغلی با توجه به شایستگی افراد اقدام بکنه. ایراداتی که می‌گیرن، بله خب مشکل توی این میشه که ناناور خانه خانوم میشه، اشکالش چیه اگه زنی این نقش رو قبول میکنه؟ ایرادی نداره. خیلی از کشورهای دنیا که با رفاه هم دارن زندگی میکنن این اتفاقات توش میفته و زنان هم ایرادی نمیگیرن به این قضیه. من خوشحالم که این ایراد از سوی یک مسئول دولتی، خانم شهیندخت مولاوردی، مطرح شده و امیدوارم که ایشون انقدر اختیارات داشته باشه که به شایستگی بتونه حقوق زنان رو در مقامی که هست ایفا بکنه. خانم ستود، سپاس از شما برای شرکت در این گفتگو. خیلی متشکرم از شما و شنوندگان شما.